خب خوش آمدید به ادامه آموزش از دوره طراحی سایت با CSS من توی جلسه اول فقط میخوام یک مقدار در مورد این دوره صحبت کنم و دوره که تازه به پایان رسوندیم دوره طراحی سایت با HTML که 36 قسمت بود و همکنون توی کانال میشه گفتش که نیکول وب آپلود شده و شما از میتونید به تمامی قسمتاش دسترسی پیدا کنید لینکش رو بالای صفحه براتون گذاشتم که میتونید ازش استفاده کنید دوره آموزش CSS مون یک مقدار مسلما طولانی تر از دوره HTML خواهد بودون هم به دلیل اینکه مطالب یکم بیشتر هستش احتمالا حالا چیزی که من حالا میتونم تخمین بزنم بین 60 تا 55 قسمت حالا اگر ممکنه که یک مقدارم بیشتر بشه ولی بله خب تو همین رنج میشه گفتش که قسمتی هستش و توی این دوره قرار استش که راجب استردهی کامل به تکای CSS صحبت بشه و مواردی که نیاز هست برای آموزش زبان CSS شما یاد بگیرید بریم اسلاید بعدی من یک توضیح مختصرم راجب خود CSS به شما ایزان بدم خب همجور که میبینید من توضیحاتو رو درباره زبان CSS نوشتم ولی خیلی مخفف و خیلی میشه گفتش که مخفف که نه خیلی ساده بخوام بهتون بگم میتونم بگم که زبون CSS زبونی هستش که در کنار HTML میتونید به قدرت واقعیش پی ببرید اون هم به دلیل اینکه شما با استفاده از زبون CSS میتونید به تمامی تکای HTML اونا که امکان پذیرش رو داشته باشن بیاید و استایلی کنید و اونها رو به اون سبک دلخواهی که خودتون میخواید در بیارید خب همونجوری که میدونید بعضی از کارها رو میشه با خود HTML انجام داد برای بله مثال شما میتونید رنگ پس زمینه رو با صفت بی جی کالر تعویض کنید ولی نمیتونید هیچ موقع از گرادیانت استفاده کنید بیاید مثلا اپاسیتی رو تغییر بدید یا مثلا همون شفافیت رو اینها دیگه مربوط میشه به مبحث CSS که بهتر هستش همون رنگ پس زمینه رو هم با استفاده از زبان CSS بیاید تغییر بدید و میشه اینجا به قدرت CSS پی برد زبون CSS به طور کلی زبونی هستش که میاد و روی اناسور و تک ها میتونید تغییرات رو با استفاده این زبون بدید برای مثال بردر ایجاد کنید دورشون رنگشون رو عوض کنید فونتاشون رو تغییر بدید و حالا کارهای خیلی زیادی که در طول دوره با هم انجام خواهیم داد توی دوره HTML ما, ما ایک سری پروژه انجام دادیم ولی خب به که زبان CSS رو هنوز بهش مسلط نبودیم یه پروژه های ساده ای بود مثلا مثال اولین پروژه که انجام دادیم پروژه طراحی صفحه ویکیپدیا بود یکی از صفحات ویکیپدیا فکر کنم صفحه وب دیزاین ویکیپدیا بود که با هم طراحی کردیم توی این دوره خب مسلما ما کد CSS رو وقتی بتونیم باشون میشه گفتش که آشنا بشیم میتونیم قطعا بیایم ازشون استفاده کنیم و توی پروژه‌ای مثل طراحی مثلا حالا باکس نوشته با تری کاد حالا هدر و حالا موارد دیگه ازش استفاده کنیم توی پایان دوره سعی میکنم که دو تا کار لندینگ پیج رو هم با هم انجام بدیم دو تا وبسایت کامل حالا تو زمین های مختلف سعی میکنم اینها رو ایجاد کنم که هم به صورت کامل بعد از پایان دوره این زبون براتون جا بیفته کامل و همین که اگر زبون HTML رو یاد یادتون رفته اولین پیشنهادی که میکنم این هستش که برید ویدیو رو ببینید و بعد از اون هم ویدیو های که لینکش رو هم براتون گذاشتم و بعد از اون هم بیایید و دوتا پروژه که آخره میشه گفتش که دوره با هم انجام میدیم رو ببینید و کامل براتون جا بیفته برنامه آموزشیمون هم بعد از اتمام دوره CSS همونجوری که با هم قرارش رو گذاشتیم قرار هستش که زبونه جاوا اسکریپت رو هم شروع کنیم و میشه گفتش که جاوا برای وب اینجوری بگیم بهتره چون از جاوا اسکریپت الان استفاده دیگه هم داره میشه و میتونیم با استفاده از جاوا اسکریپت بیایم و یک وبسایت داینامیک تر داینامیک به حالتی گفته میشه که با کاربر تعامل داره و استاتیک وبسایتی هستش که به معمولی هست و با, با کاربر هیچ میشه گفتش که ارتباطی نداره و هیچ کاربر نمیتونه بیاد و مثلا تعاملی داشته باشه با وبسایت حالا اینها رو بیشتر جلوتر توضیح خواهیم داد من در مورد نقشه راه طراحی سایت هم توی دوره HTML صحبت کردم و نمیخوام اون موارد رو باز کنم همونجور که میدونید زبان HTML, CSS و JavaScript حالا این رو هم بگم دیگه بهتر است که اینجا برای اون, دوستان برای اون دوستانی که آشنایی ندارن هم این مورد رو بدونن سه زبون HTML CSS و JS مخصوص طراحی سایت فرانتند هستن یعنی همون ظاهری که شما توی وبسایت ها میبینید و ما قرار هستش که دوره هایی که برگزار میکنیم شما تبدیل بشید به یک طراح وبسایت فرانتند و بتونید هر ظاهر وبسایتی رو که خواستید طراحی کنید به خاطر همین پس از دوره در واقع پس از پایان دوره CSS مون ما میریم و شروع کنیم به یادگیری زبان جی و دیگه تقریبا این سه زبون رو وقتی که بلد شدیم میایم و حالا پروژه های بزرگتری رو هم انجام میدیم که توی کانال آپلود میکنم آموزشات هم تصمیمی که گرفتم یک روز در میون آپلود میکنم دوره سی اس رو دوره اچ که با هم برگزار کردیم هر روز من آموزش رو براتون میذارم ولی خب حالا به خاطر اینکه میخوام یک سری ویدیوهای آموزشی دیگه حالا مثل انتخاب لپتاپ مناسب برنامه برنامه‌نویسی حالا موارد دیگه یک مقدار خب واقعا وقت نمی کنم برسم و هر روز آموزشات رو ضبط کنم ولی خب این قول رو بهتون میدم که یک روز در میون میتونید به آموزش طراحی سایت CSS دسترسی پیدا کنید و ازشون استفاده کنید و میونه در واقع این آموزش ها یک سری ویدیوهای آموزش دیگه هم قرار میدم که میتونید از اونها هم استفاده کنید حالا تجربیاتی که تو زمینه برنامه نویسی داشتم حالا طراحی و سعی میکنم که ویدیوهای آموزشی خوبی رو هم براتون ایجاد کنم دیگه صحبت دیگه باقی نمیمونه و مواردی که گفتیم رو همیشه گفتش که نیاز بود رو گفتیم توضیحات بیشتر رو همونجوری که گفتم توی اول قسمت مقدمه دوره HTML توضیح دادم نقشه راه برنامه نویس نقشه راه رو همه رو گفتم اگر دوست داشتید از لینک بالا برید و اون قسمت رو هم ببینید اگر HTML رو هم تا کنون یاد نگرفتید و بهش مسلط نیستید پیشنهاد میکنم که حتما اول زبون HTML رو برید و یاد بگیرید و سپس بیاد این دوره رو ببینید آموزش HTML همونجور که گفتم توی کانال نیکول وب موجود هستش میتونید برید ویدیوهای قبلی رو ببینید 36 قسمت هست و به صورت کامل اومدیم تکای HTML5 و تگ هایی که زیاد کاربرد دارن رو معرفی کردیم و میتونه خیلی کمکتون کنه تو زمینه یادگیری HTML طبق روال همیشهمون کانال تلگرامیمون رو هم دنبال کنید آیدیش رو این پایین براتون گذاشتم و علاوه پیج اینستاگراممون داخل کانال تلگراممون آموزشات در واقع آموزشاتی که ضبط میکنیم رو لینکش رو قرار دادم لینک یوتیوبش رو همراه با پروژه های که قرار انجام بدیم پروژه قبلی و پروژه های هم در کانال تلگرام موجوده و میتونید ازشون استفاده کنید توی پیج اینستاگرام هم خوشحال میشم دنبال کنید پیج اینستام رو هم اونجا هم آموزشاتی مربوط به طراحی سایت رو براتون قرار دادم آموزشات کوتاه و حالا نقشه راه برنامه نویسی و نقشه راه طراحی سایت رو میتونید توی پیج اینستاگراممون مشاهده کنید و ازشون استفاده کنید امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید تا دیدار دیگر خدا نگهدار